پیشبینی حسن آقامیری از آینده کشور توی دولت بعدی و همینطور کاندیداهایی که قرار کاندید بشن و میزان مشارکت مردم در انتخابات ماه آینده. سلام، امروان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خب حسن آقامیری که بعد از سقوط بالگرد دوباره توی کلاپوس فعال شد و تقریبا هر شب لایو میذاره، توی جدیدترین لایوش صحبتهایی رو در مورد انتخابات ماه آینده انجام داد و گفتش که بعضی از مردم و گروه ها فکر میکنن چون بالگرد ابراهیم رئیسی سقوط کرده وضع مملکت تغییر کرده و قرار اتفاق تازه‌ای بیفته. خیلی ها میان از مشارکت 50% مردم توی انتخابات ماه آینده صحبت میکنن، در صورتی که وضعیت هیچ فرقی نکرده. قطعا اگه توی انتخابات قبلی 8% مشارکت داشتیم، توی این انتخابات همون 8% هم یه میزان ریزشی داشته و احتمالاً کمتر هم خواهد بود. اتفاقی نیفتاده که بخواد مشارکت یا اعتماد مردم نسبت به حکومت بیشتر بشه. مسئولین هیچ تغییر نکردن، همون مسئولین عافیت طلبی هستن که فقط به فکر خودشونن و هیچ کاری رو برای مردم انجام نمیدن. تا وقتی هم که این رویهشون رو تغییر ندن، قرار نیستش چیزی تغییر بکنه و مردم هم اعتماد نمی کنن و حضور پرشوری توی انتخابات نخواهند داشت. الانم که توی یک هفته اخیر انقدر تبلیغات در مورد دولت آقای رئیسی انجام میدن و ازش تعریف و تمجید میکنن که همه فکر میکنن که ایشون بوت بود و سعی دارن ازش بوت بسازن و خب هر کی هم که بخواد بیاد جایگزین ایشون بشه، سعی داره بگه که من ادامه دهنده راه درست ابراهیم رئیسی هستم. اوجا این داستانم توی صحبت‌هایی هستش که آقای شریعت مداری روزنامه کیهان انجام داد و مدعی شدش که دولت آقای رئیسی 10 پله از ریاست جمهوری‌های قبلی بالاتر بوده. در صورتی که اگر رئیس جمهورهای قبلیمون رئیس جمهورهای ضعیف و بدی بودن، من خودم به شخص حسن آقای رئیسی رو رئیس جمهور نمیدونم. الان یه هفته است که ایشون از دنیا رفتن، هیچ آبی از آب تکون نخورده توی مملکت. همین نشون میده که ایشون هیچ نقشی توی اداره مملکت نداشتن و اصلا رئیس جمهور ندادن. الان همین اسامی که از کاندیداهای احتمالی بیرون اومده و گفته میشه آقای زاکانی، آقای جلیلی، آقای بزباش قراره بیان کاندید بشن، قطعا این افراد توی مناظره هاشون قصد دارن که بگن ما ادامه دهنده راه صحیح رئیسی هستیم و قرار پیشرفتاش و تحولهایی که توی زمینه‌های مختلفشون ایجاد کردن توی این 3 سال رو ادامه بدیم. ولی خب واقعیت اینه که تمام این مسئولین آدم‌های سوء استفاده کننده و عافیت طلبی هستن که اصلا به فکر مردم نیستن. تنها راهی که شاید مردم یه مقدار اعتمادشون به حکومت بیشتر بشه و بیان و مشارکت کنن تو انتخابات اینه که مسئولین هم یه قدمی بردارن و یه کار مثبتی انجام بدن. اینکه هیچ کاری نکنن مردم هم نمیتونن اعتماد بکنن. باید یه مقدار اوضاع بهتر بشه که مردم اعتماد داشته باشن. من هیچ امیدی ندارم به حکومت بعدی که قراره با انتخابات ماه آینده انتخاب بشه. قطعا هیچ نور امیدی نیست، چون همین آدم ها میخوان بیان کاندید بشن و همین حضور کم 7-8% میخواد این آدم ها رو انتخاب بکنه و قطعا رأی تمام مردم نخواهد بود. ولی خب به نسل جدید خیلی امیدوارم، نسلی که الان ما به اسم نسل زد میشناسیمشون و خیلی هم ما صحبت ها و حرفاشون رو شاید قبول نداشته باشیم و نشناسیم و نفهمیم چی میگن، ولی اینا اگه بزرگ بشن میتونن آینده مملکت رو تغییر بدن. من توی کوتاه مدت اصلا به آینده ایران امیدوار نیستم، ولی مطمئنم که توی بلند مدت اتفاقات خوبی قراره بیفته. بریم قسمت های از صحبت های حسن آقامیری رو توی لایو کلاپوسیش بشنویم. اگه حکومت بخواد همون روش قبل رو پیگیری بکنه، باید روی درصدی از اونایی که قبلا اومدن رأی دادن حساب بکنه. یعنی اضافه که نمیشه هیچی، همونایی هم که اومدن رأی دادن یه درصدیشون میره رأی میده. این یه نکته گفتم، حالا چون هیپ دیدم میگن 50% 50%. این دوستمونم فرمودن که آمار نداریم، بعد خودشون میگن که تو جامعه اشتیاق برای رأی دادن. خب اینو از کجا میگید؟
ما تو ایران زندگی میکنیم. من خودم الان کف تهران، از کف تهران دارم با شما صحبت میکنم. کدومش دیاخ؟ چی میگین؟ یه هلیکوپتر افتاده، خبری نشده. مگه کار خاصی کردین؟ چیزی کاشتین الان میخواید برداشت کنید؟ ما امش سیاست مدار عافیت طلب داریم که رفتن کشه خونه هاشون نشستن و دو دستی میدون رو تحویل خلاصه این افراطیونی که الان هستن دادن. این افراطیون هم که نه به دین اعتقاد دارن، نه به قانون، به روح قانون اعتقاد دارن، به هیچ کدومش. این آب خوردن هم دروغ میگن. این آب خوردن دوستان میگن که مناظره میشه، میان دولت قبل رو نقد میکنن. اینا میخوان دولت قبل یه بوت درست بکنن، بیان سوار اون بوته بشن. دیروز آقای شریعت نه تو تلویزیون میگه مردم قطعاً میخوان به مسیر آقای رئیسی رأی بدن، اما متاسفانه شخصی مثل رئیسی پیدا نمیکنن. مرد حسابی آقای بهشتی ترور شده بود، شعار میدادید آمریکا در چه فکری، ایران پر از بهشتیه، حالا یه جوری شده که مثل رئیسی پیدا نمیشه. چی میگید؟ میخوام بگم چیزی تغییر نکرده. ما امروز سیاست مدار عافیت طلب داریم که نشستن خونه هاشون هیچ کاری نمیکنن، نشستن مردم هزینه شو بدن، اینا بیان فاتحه شو بخونن، بیان حلواشو خیر کنن یا حلوا خیر مردم استفاده کنن، خودشون که وسط نمیان هیچ وقت، خیس نمیشن که هیچ وقت. از اون برم یه عده آدم پررو افراطی داریم که عین آب خوردن دروغ میگن و میخوان با این دروغشون دوباره بیان حاکمشن. من یه شهروند ایرانی ام و اگه بخواد شورای نگهبان همین مسیر قبل غیر قانونیشو پیش بره، برداره یه چهار تا آدم از خودشونو تایید بکنه، بخواد مدیریت بکنه انتخابات رو، خب امثال من که اصلا اصلاح طلب کیه؟ ما اصلا به ملتم که ناامید بی تفاوت، هر کی میخواد بیاد قرار نیست برن رأی بدن، که 8% قرار برن رأی بدن، اون 8% میرن رأی میدن. میخوام بگم پس اگه دنبال تغییر واقعیم، آقایون تو رفتارشون باید تغییر ایجاد کنن، باید با مردم صحبت کنن، گفته اصلا بیان زبون مردم رو بفهمن، یه آینده درست واقعی ترسیم کنن، گفتمان ایجاد بکنن. اینا هزینه داره داداش، هزینه. اینا آبرو تو باید بذاری، وقت تو باید بذاری، عمر تو باید. خب دوستان، این بودش صحبت‌های حسن آقامیری در مورد انتخابات ماه آینده و کاندیداهای احتمالی که قراره توی این انتخابات حضور داشته باشن. نظر شما چیه؟ به نظرتون آیا قراره کاندید متفاوتی رو توی این انتخابات ببینیم؟ به نظرتون مشارکت مردم توی این انتخابات به چه شکلی؟ آیا میتونن اعتماد مردم رو جلب بکنن و انتخابات پرشورتر از دوره قبلی برگزار بشه؟ حتما نظراتتون رو برام کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا کنید.